بینندگان ارجمند، دو سرور ارجمند من جناب دکتر فرهنگ هولاکویی در سمت چپ و جناب دکتر علی نیری در سمت راست من هستند، فیزیکدان و به هر حال در مقابلشون روانشناس، جامعه شناس و متفکر ایرانی یعنی دکتر فرهنگ هولاکویی. من در روانشناس نگیر، همون جامعه شناس بستمه. یعنی دردسر ایجاد میکنه؟ نه دردسر نمیکنه، برای که ما در لس آنجلس یا ایالت کالیفرنیا یه درجاتی داریم. من لایسنس مریج فامیلی تراپیست هستم، سایکوتراپیست هستم، روان درمانگر هستم، ولی واژه روانشناس رو برای دوستانی به کار میبرن که لایسنس کلینیکال سایکولوژیست هست. آی دکتر جان، شما طبق معمول توطئه‌هاتون رو کردید، یه مقدار مطالبی رو آوردید. من یه نکته رو قبلا عرض کنم، ما با بنده با جناب فروزنده هیچ صحبتی نکردم، هیچ گفتگویی نداشتم، چون میدونستم ایشون رو باید آزاد گذاشت تا در اینجا خدایی کنن و کردند، و بنابراین برای اولین بار بود که بنده این متن رو شنیدم. البته کوشش کردم که تعقیب کنم، اینجا اونجا تکه‌هاش رو برداشتم. جناب دکتر نیری حتما اون رو فهمیدن، برای اینکه کارشون هست، ولی ده ها و صد ها بحث و گفتگو راجع به تیک تیکای اون داره. یه 5 دقیقه پای صحبت های دکتر نیری بنشینیم. بیش از اون دکتر نیری برای من توضیح بدن این مطلبی رو که من خوندم، با این طرز بدم خوندمش، در عین حال روشنش بکنم. خب اولا من باید ببخشید بگم ترجمه خیلی ترجمه خوبی نبود، خوندنش سخت بود، متن انگلیسیش بسیار روانتر هست. عذر میخوام از دوستانی که زحمت کشتن ترجمه کردن. جناب دکتر نیری چرا قبول نمیکنید خدا تو این کار دخالت کنه که کار ایشون رو خراب کنه؟ بله این خدای شما هست البته دکتر هولاکویی عزیز. نه حالا خدمت خدای ایشون میرسیم. عرضم به حضور شما که به هر حال شاید کتاب های عام فهم هاکینگ این ایده رو برای مردم آورده که هاکینگ مثلا جدیداً به این نتایج رسیده. واقعیت این هست که هاکینگ از سال 1974 در همکاری که با فیزیکدان بسیار خوب دیگری که در همین مرکز فیزیک نظری دانشگاه کالیفرنیا در سنتا باربارا هست، اینها مقاله‌ای رو نوشتن که الان یکی از مقالات کلاسیک به اصطلاح فیزیک کیهان شناخت کوانتومی هست، و اونجا برای نخستین بار ایده در واقع به وجود آمدن عالم از هیچ رو مطرح کردن. اگر که دوستانی علاقمند باشن میتونن به مقاله هاکینگ اند هارتل هاکینگ و هارتل مراجعه بکنن و ببینن که در همون سال 1974 هاکینگ و هارتل در نهایت اشاره به وجود آمدن عالم از هیچ، البته هیچ یک مفهوم کاملا مشخصی در فیزیک داره، ما منظورمون هیچ کوانتومیه. اینو اگه اجازه بدید من یک لحظه توضیح بدم، بسیار مهمه، برای اینکه خود این مفهوم هیچ یا عدم بحث بسیار فلسفی رو از یونان باستان داشته تا قرن بیستم که مفهوم اصل عدم قطعیت هایزنبرگ مطرح شد و به اصطلاح ما درک جدیدتری از هیچ رو داشتیم. اگه من مثالی بزنم که معمولا در صحبت‌های عمومی این رو میگم، اگر شما هیچ مطلق رو به عنوان در طبیعت ما به اون عنوان خلأ میگیم، خلأ کلاسیک یا هیچ که تا پیش از قرن بیستم وجود داشته به این مفهوم بوده که شما عدد صفر رو در نظر بگیرید. صفر که به هر حال یک مفهومی است که در ریاضیات هندی ها به ما معرفی کردن، بعدن توسط ریاضیدانان ایرانی و مسلمان وارد زبان ریاضیات شد و بعد هم بخشی از در واقع طبیعت رو ما سعی کردیم با اون بیان بکنیم. اتفاقا من میدونم دکتر هولاکویی همیشه این مثال رو میزنن، خیلی من این مثالشون رو دوست دارم، که معمولا فضای ریاضیات، میدونیم ریاضیات علم نیست، ریاضیات یک مسئله است که بعضی ها اشتباه میکنن، اصلا ربطی به علم نداره، در دنیای انتزاعی است و بر اساس اصول موضوع است، و اعدادی وجود داره که بسیار اعداد عجیب و غریبی هستن، چون هیچ نوع به نظر میاد در ظاهر خیلی انتزاعی هستن، هیچ چیزی براشون نمیشه مطرح کرد. ما بعد از اینکه صفر رو فهمیدیم بعدا متوجه اعداد منفی شدیم،
و حالا وقتی که اعداد منفی رو فهمیدیم، دیدیم مثلا جمع یک و منهای یک میشه صفر، جمع دو و منهای دو میشه صفر. حالا در واقع من میخوام تفاوتی که بین خلأ کلاسیک وجود داشت، خلأی که تا قبل از فهم فیزیک کوانتومی وجود داشت، این بود که هیچ مطلقه، یعنی صفره، مجموعه از صفر هاست که جمع صفر هم بازم صفر میشه. اما در هیچ کوانتومی اینطور نیست، در واقع شما یک ملغمه از اعداد مثبت و منفی دارین که جمع جبری اینها صفر میشه. بنابراین شما مجموعه اعداد مثبت و منفی دارید که جمعشون صفر هست، ولی به این معنی نیست که چیزی اونجا وجود نداره، عدد دیگه‌ای وجود نداره. البته حالا اعداد مثبت و منفی اینجا در فیزیک معنی خودشون رو دارن، اصطلاحاً اینها ما بهشون ذرات و ضد ذرات میگیم، انرژی های مثبت و منفی که مجموع انرژی اینها صفر میشه که به شما هیچ رو میده. و هارتل و هاکینگ در سال 1974 نشون دادن که امکان این که بر اساس قوانین فیزیک کوانتومی بشه از هیچ کوانتومی عالمی رو که ما امروز داریم توی زندگی میکنیم به وجود آورد رو ازش به دست آورد. و در همون زمان هم اینها در اون مقاله و مقالات دیگر هاکینگ اشاره داشت به این که من نمیگم که این خداوند وجود نداره، آفریدگار، خداوند به معنای آفریدگار وجود نداره، من فقط حرفم این هست که معادلات و قوانین فیزیک مدرن نشون میدن که اساساً ما میتونیم عالم رو بدون احتیاج به یک آفریدگار به وجود بیاریم، توضیح بدیم. الان بسیاری از حرفایی که آقای هاکینگ میزنه چالش برانگیزه، برای اینکه مثلا مسئله زمان اونگونه که آقای هاکینگ میگه، استیون هاکینگ میگه، واقعا نیست، مسئله خیلی پیچیده تره. هاکینگ داره از برداشت خودش این رو میگه، چون یک عده‌ای من رو محکوم کرده بودن که من از هاکینگ بت ساختم. اولا بگم که ما در علم بت نداریم، هیچ کسی هم مقدس نیست. اگر در علم بت ساخته بودیم، همچنان ما باید پیرو فلسفه طبیعی ارسطو میبودیم. بنابراین اتفاقا کار یک دانشورس، کار یک ساینتیست این هست که همه بت‌ها رو بشکنه و همه بزرگان رو به چالش بگیره. اتفاقا من از نظر جهانبینی، من و همکارانم کاملا با هاکینگ مخالفیم، یعنی فکر میکنیم که پیش از بیگ بنگ یا مه بانگ یا حالا انفجار بزرگ که ترجمه درستی هم نیست، قبل از اون هم عالمی بوده اتفاقا، و زمان قبل از اون هم بوده، و این یک اتفاقی است که رخ داده و به این شکل ما داریم میبینیم. میخوام بگم مسئله زمان مهمترین مسئله حل نشده هم میانه فیلسوفانه و هم میان فیزیکدانانه، یعنی مسئله زمان و حتی در از نظر روانشناسی هم ما به نظر میاد که الان با دو زمان سر و کار داریم. یک زمان فیزیکی هست که ما داریم با همین ساعتمون میسنجیم، از طریق اندازه‌گیری چرخش زمین، گردش زمین به دور خورشید، گردش ماه به دور زمین، داریم یک زمانی رو میسنجیم. اما به نظر میاد که یک زمان دیگه هم وجود داره که ما هنوز نمیدونیم با این چه کار بکنیم، و اینم الان برای ما یک مسئلهه. و اون زمان دیگه اصطلاحا ما بهش میگیم زمان پردازش، یا بعضی حتی از اون زمان به عنوان زمان روانشناختی یاد میکنن، یعنی اون جوریست که شما مطالب جهان بیرونی رو پردازش میکنید در مغز خودتون و یک مفهومی ازش دارید که کاملا ممکنه با اون مفهوم زمانی که دارید دستتون با مثلا ساعت دستتون اندازه گیری میکنین متفاوت باشه. برای همین هم است که شما بعضی اوقات ممکنه یک رویدادهایی براتون بسیار کوتاه تلقی بشه، زمانی که داره بهتون خوش میگذره یک ساعت برای شما یک دقیقه میگذره، اون به خاطر نوع پردازش زمانی هست که داره در مغز شما انجام میشه. مسئله زمان یک مسئله حل نشده است، به قول یکی از بزرگترین فیزیکدانان حال حاضر اد ویچن، که بنیانگذار نظریه، یکی از بنیانگذاران و پدران نظریه ریسمان هاست، که پیچیده ترین نظریه فیزیکی و پیچیده ترین نظریه علمی هست که کمتر در میانه خارج از فیزیکدانان شناخته شده است، چون اکثر مردم فکر میکنن استیون هاکینگ شاخص ترین فیزیکدان زنده در حال حاضر هست. اینطور نیست. شاخص ترین فیزیکدان زنده در حال حاضر آقای ادوارد ویچن در مرکز مطالعات پیشرفته پرینستون، یعنی کاملا در بین فیزیکدانان جا افتاده است، و این انتخابی بوده که از میان چند صد فیزیکدان درجه یک و برنده جایزه نوبل از جمله خود استیون هاکینگ انجام شده. در این رتبه بندی هاکینگ در نفرات دو رقمی قرار میگیره. یعنی میخوام بگم
یک کسی مثل ویچن الان یکی از پیشگامان فیزیک هست در تمام بخش‌های فیزیک. او اعتقاد داره که زمان یک چیز نفرین شده است برای ما. ما تا موقعی که نتونیم زمان رو، همونطوری که هاکینگ هم به درستی اشاره میکنه، درکش نکنیم و نتونیم یک فرمول بندی درستی انجام بدیم ازش، چون همیشه زمان به عنوان یک عامل خارجی وارد معادلات فیزیکی یا ریاضیات شده، ما نمیدونیم زمان از کجا اومده. زمان آیا یک دفعه به وجود اومده اینجوری که هاکینگ میگه، یا اینکه زمان همیشه جاری و ساری بوده و چرا به این شکل رفتار میکنه؟ چرا ما مثلا سه بعد فضایی داریم، طول و ارتفاع و عرض داریم، ولی چرا فقط یک بعد زمانی داریم؟ چرا دو بعد یا سه بعد زمانی نداریم؟ و چرا این بعد زمانی فقط رو به جلو حرکت میکنه؟ یعنی ماها حتی در جای خودمون هم اگه ساکن بیستیم، یک عامل دیگه داره در بدن ما تغییر میکنه، در تمام طبیعت داره تغییر میکنه، سن همه داره افزایش پیدا میکنه، کسی جوان نمیشه. در نتیجه به نظر میاد که زمان یک سویه است، رو به آینده است، یک بعد داره. و خب حالا چرا یک بعد داره؟ اتفاقا خوشحالم که برای بینندگان و جوانان ایرانی که احیانا این برنامه رو دنبال میکنم بگم، استاد کامران وفا که من این افتخار رو داشتم که چندین مقاله علمی هم با هم دیگه بنویسیم، که اولین شاگرد ادوارد ویچن بوده، استاد دانشگاه هاروارد، او اولین کسی است که در نظریه ریسمان ها اومده نظریه دو زمانی رو مطرح کرده. ولی حتی خود او هم قائل به این هست که هنوز مفهوم زمان دوم رو ما نمیفهمیم به چه معنی. خلاصه همه اینها رو دارم بهتون میگم که درسته که شاید مسئله آفریدگار پیوند عجیبی خورده از لحاظ فیزیکی با درک و مفهوم زمان که برای ما کاملا ناشناخته است تا به امروز. خب من اشکالم چند جاست. اشکال اول و اصلی و اساسی من این است که این چیزها رو نمیفهمم و نه تنها نمیدونم، وقتی هم که توضیح داده میشه نمیفهمم. اما چند تا نکته فقط اشاره میکنم، انتخابش با شما آقای دکتر نیری است که بهش توجه بفرمایید. اول هم طور که فرمودن، از نظر من ریاضیات یه نوع فعالیت عقلی و استدلالی انسانه و در چارچوب ساینس به عنوان علم که درک واقعیت اشیاس قرار نمیگیره. و همونطور که اشاره فرمودن، ما در جهان اصلا سه نداریم. شما من یه سه نشون بدید. سه تا میز و سه تا صندلی داریم ولی سه نداریم. عجیب‌تر این که منهای سه و منهای هشت نداریم. ولی این مفهومی است که آدم وقتی به 12 سالگی میرسه، مرحله کانکریت اپریشنال استیج، کودک اینو درک کنه. من میگم که جبر رو میشه 11 12 سالگی یارش شد. 4 سالگی هیچ بچه‌ای، در حالت عادی عرض کنم، بچه نابغه ها رو نمیگم چون همه براش میرن سراغ استثنای خودشون، جبر یاد نمیگیره. این مورد اول. مورد دوم، مفهومی که اشاره شد در اینجا، مسئله علیت. از در چارچوب فلسفی و علمی اصلا پدیده‌ای به اسم علیت وجود نداره. علیت تعمیم اصل این همانی است، تعمیم تجریدیشه. و این بحثی است که به نظر من اولین بار در روانشناسی حداقل نتانیان برانتون که متاسفانه حدود دو ماه قبل هم فوت کرد، در کتاب The Psychology of Self-Esteem 1969 که بست سلر بود مطرحش میکنه. اگه بخواد میشه راجبش توضیح داد. یعنی اون معتقده آنچه که ما مثلا به عنوان قوانین حرارتی و یا قوانین حرکتی میشنویم و میشناسیم، این تعمیم اصل این همانیه. در حالی که مثلا حرارت یه کاغذ رو میسوزونه، زغال رو یه جور تبدیل میکنه، آهن رو منبسط میکنه، یعنی هر شیئی در مقابل هر پدیده دیگه یه واکنش نشون میده. ولی ما این رو تعمیم داریم، اون جمعش کردیم و قوانین حرارتی یا حرکتی رو انداختیم و فیزیک و مکانیک رو که ازش میلیون ها استفاده کردیم رو تونستیم بعداً تنظیم کنیم در چارچوب جهان نسبی که داریم. سومین مسئله، پیاژه ما نشون میده که کودک انسان در 8 ماهگی به نوعی کازالیتی رو متوجه میشه، یعنی متوجه میشه هر معلولی علت. توضیح هم که میده اینه که شما فرض کنید سه تا گلوله میگذارید، اولی به دومی میخوره، دومی به سومی میخوره، سومی به چهارمی میخوره، همه راه میافتن. اولا رو بچه 9 ماهه اولی خورده به دومی، دومی خورده به سومی، اما سومی به چهارمی نرسیده، ولی چهارمی رو حرکت دادن، بچه جا خورده. این چرا؟ بدون اینکه ضربه بخوره. بنابراین و بعد من تا معتقد کودک وقتی میخواد فرض کنید عروسکشو پیش بکشه و نمیتونه، پتوشو میکشه که عروسک بیاد.
یعنی در تجزیه و تحلیل عقلی استدلالی ژان پیاژه که اگر فروید بحث احساس و هیجانات انسانی کرده، اون کسی که به نظر من نقش بیشتری در آیندم خواهد داشت، ژان پیاژه مسئله عقل رو مطرح کرده. معتقد مفهوم علیت یه برداشتی است که از 8 ماهگی 9 ماهگی در ماست و این اصلا علت میشه که بعداً ما اصلا فکر کنیم که جهان باید علتی داشته باشه و موضوع خدا رو در این چارچوب مطرح میکنه. اینم این طرف. آی دکتر نیری در حدی که ایشون میفهمه من نمیفهمم، مسئله زمان رو مطرح کرد. من خاطرم از اون زمانی که این بحث ها رو بهش علاقمند بودم بحث این بود، ببخشید، که زمان تغییر عناصر است در مکان. یعنی یه مکانی باید باشه عناصر حرکت بکنن، برام این که شما یه جایی باشی که عناصری نباشن یا حرکتی نباشه، زمان یه مفهوم دیگری داره یا اصلا نداره. به همین جاست که گذشتگان که تو کار فلسفه بودن بحث خلقت رو به دو چیز مرتبط کردن، یکی در حقیقت زمان ذاتی، یا ببخشید یکی قدیم ذاتی، یکی قدیم زمانی. معتقد بودن قدیم زمانی پدیده است مسبوق به علت، یعنی وقتی بحث بکنید کی جهان بوده، حرف این است که همیشه جهان بوده، یعنی زمانی نبوده که جهان نباشه، ولی این بحث قدیم زمانی. قدیم ذاتی پدیده است غیر مسبوق به علت، یعنی اونا متوجه این تفکیک بحث زمان بودن. مطلبی که آقای دکتر نیر اشاره فرمودن درسته، ما یه زمان کمی قرارداری داریم که با ساعت و ثانیه مشخص میشه، اما یه زمان درونی داریم. تا اونجایی که میدونیم کودک انسانی در 1 سالگی زمان براش 10 برابر ای بشه گفت آهسته تره، برای یه بچه 7 ساله 3 برابر. بنابراین کودکی ما اینقدر طولانی میاد، روز شب نمیشه، تولد ما نمیاد، عید نوروزم نمیاد. سنمون که میره بالا زمان برای ما تندتر و تندتر میشه. و الکسیس کارر در کتاب انسان ناشناخته میگه ما مثل یه راهروی میدویم، اگر بشه گفت راه، یه کسی در حال راه رفتنیم، رهروی هستیم که کنار ما یه رودخانه است. این رودخانه زمان ثابته. اول که کودکیم با سرعت میدویم، به نظر ما زمان آهسته میاد. پیر و فرتوت که میشیم که آهسته حرکت میکنیم و 4 دست حرکت میکنیم، به نظر ما زمان تون میاد. زمان در جامعه کشاورزی شاید 1/3 جامعه صنعتی است، برای که تغییرات بیرونی مطرحه. بنابراین یه بحث زمان کمی و کیفی رو از اون بابت داریم. توی صحبتهایی که شما خوندید و من اصلا نمیخوام بگم دقیقاً میفهمم اون چی داره میگه، میخوام این رو روشن کنم، من فکر کردم ایشون اولا یه فرضی میگیره برای خدا، بعد اون فرض رو رد میکنه. از نظر روانی همینقدر که شما میدونید چه میخواید رد کنید جای گفتگو داره، یعنی عدم قابل اثبات نفی نیست. من بگم من میخوام ثابت کنم مردم خدا نیست، خب تو که نمیدونی چی هست چیکار میخوای بکنی؟ بحث رو یه جوره دیگه میشه گفت که آقای دکتر نیری مطرح کردن که آیا جهان به خودی خودش میتونه خودش رو به وجود بیاره یا نه. حالا به همین جهته که گفتگو دو چیز اینجا داره. ایشون حرفشون این که بر اساس آنچه که فیزیک کوانتومی میگه جهان میتونه به خودی خودش به وجود بیاد، پس احتیاج به خالق نداره، ولی این خالق رو رد نمیکنه و اصلا یه همچین ترکیبی از کجاست. به علاوه همه این بحثا درباره جهان فیزیکی و مادیه. کی گفته غیر از جهان فیزیکی و مادی جهان دیگه‌ای وجود نداره؟ حداقل عقل من که در مباحث فلسفی هم هست میگه شاید عوالم دیگری وجود دارن که ما در چارچوب ماده محدود میگیم این همینه. ای شما برگردید بگید همه طبیعت رو با خلقت یکی بدونید، یعنی کرییشن رو با نیچر یکی بدونید و شما بگید این دوتا یکی، خب بله، تکلیف اگر شما اومدید تکلیف کره زمین رو یا جهان مادی روشن کردید میدید همه چیزا نفی کنید. ولی بحثای ذره جدیتر و سنگینتر از اینه. به همین جهته که این آخرین جمله رو عرض کنم، تمام عرض من دوتا جمله رو بگم. یه درکه، چون بحث درکه دیگه، بحث پرسپشنه، بحث knowing، knowledge، understanding، فهم، درکه، علم، دانش، هرچی قدسش رو بذارید، یک جهان فیزیکی و مادی داریم که این رو در حدی که تعریف جهان فیزیکی و مادی میکنیم یه برداشت علمی راجعش داریم، یا یه در حقیقت درک علمی داریم. بعدن انسان به دلیل توانایی عقلیش که ریاضیات یکی از اوناست، یه سیستم پرسش‌های عقلی داره که فراسوی جهان فیزیکی و مادیه، ولی به هم مرتبطن. بنابراین یه چیزی به اسم فلسفه به وجود اومده و یه عده باورها و اعتقاداتی دارن که یه درک یا یه برداشت مذهبی به وجود اومده. به همین جاست که من همیشه عرض کردم ما 3 تا سیستم علمی، فلسفی، مذهبی داریم. تفکیکش هم به همه کمک میکنه. بحث‌های از این قبیل هم
میشه از آغاز مشخص کرد که وقتی بحث علمی شما میکنید در حد علمی میمونید، شما نه بحث فلسفی رو درگیر میشید نه بحث مذهبی رو که بخوایم وارد اون حریم شیم، همونطوری که اونا قرار نیست و امیدوارم نیان اینجا، برای که اینجا بددامیه و گرفتار میشن که یکی مذهبی فکر کنه میتونه مسائل علمی رو بگه و یا فلسفی میتونه وارد مسائل علمی بشه. اینجاست که چون صحبت‌های شده دلم میخواد حتما بهش توجه کنم. مطلب دوم جان فروزنده، چون من فکر کنم از تکرارش متاسفم ولی مجبورم، اون برداشت عمومی که آدما درباره خدا دارن، نه خدای آدما، برداشت عمومی که شما میشه برسه من و شما رو به اینجا میبره که این برداشت عمومی اگر حس بشه، اثبات بشه، رد بشه، اون برداشت برداشتی نیست که راجب خداست، برای اینکه همچنان میاد تو عالم ماده، همچنان میشه پدیده فیزیکی و مادی که قابل اثبات و رده، یه چیزی وجود داره یا وجود نداره و تمام این گفتگو هم در این حول و حوشه. به همین جهت است که من فکر میکنم اگر بپذیریم ما یه برداشت علمی، دریافت علمی، سیستم علمی داریم، اگر بپذیریم که به دلیل عقلمون ما یه سیستم فلسفی داریم که پرسش‌های مطرح می‌کنه که در حوزه و حریم علم نیست، اگر بپذیریم، اونو می‌تونین رد کنین، یه باورهای مذهبی وجود داره، تفکیک کمک می‌کنه. اگر بحث خدا رو به جهان علم بیارید، حرفی رو که هفته گذشته عرض کردم و تکرار می‌کنم، به وجود خدای لازم شد، چون فرمودید مطلب درست کرده که امیدوارم بهش برسم، باور دارم اما هیچ دلیلی براش ندارم، هیچ دلیلی، هیچ کسی هم که بگه قبول ندارم برای من فرقی نمیکنه، من اون مثل همین، هیچ دخالتی هم از او رو در جهان نمیبینم و قبول نمیکنم به دلیل همون باوری هم که دارم، هیچ کدوم از اینا هم برای من نه قابل اثبات نه قابل رد. بنابراین بعد از شنیدن مطالبی که شما خوندید و بندم تا حدودی شنیدم، ولی به من بگید تو نفهمیدی، متوجه نشدی، میپذیرم ازتون، فرقی در نظر من راجع به موضوع نکرد. یعنی ایشون آمده این همیشه ما در تاریخ فلسفه عرض کردم 7 تا دلیل برای اثبات خدا داریم و اینا دلایل رد ردن، ایشون آمده تمام دلایلی رو که مردم برای وجود خدا میارن رد کرده و کاملا حق داره، برای که اونا هیچ کدوم دلیل نبودن، اونا همه سوء تفاهم، یعنی هیچ کسی تا به امروز هیچ دلیلی برای اثبات وجود خدا نیورده. پس ایشون اون تیکه رو که رد کرده من کاملا میفهمم، این که استدلالش درست یا غلط از نظر علمی و فیزیکی یا فیزیک کوانتوم یا ریاضیات من نمیدونم، ولی من اگر یکی بگه من دلایل آدما رو برای اثبات وجود خدا رد میکنم میپذیرم، همونطورم اگه یک کسی هم به من میگه من قبول ندارم دلایل کسانی که میگن خدا نیست، اونم میفهمم، برای که اصلا موضوع خدا موضوع اثبات و استدلال و رد و قبول نیست، یک به نظر من یه باوره و شاید در تحلیل نهایی باور نیست، یه به قول معروف حسه یا یه احساسه، به قول حافظ آنقدر هست که بانگ جرسی می آید، بیش از این هم نیست، کسی دیگه هم غیر از این نگفته. دفعه قبل هم عرض کردم امیدوارم این مسئله روشن بشه، شما قرار نیست وقتی میگید من به وجود خدا باور دارم مثل همه خدا باوران اون افکار و عقاید عجیب و غریب رو داشته باشید. از نظر من تکرارشم میکنم، هیچ کس تا به امروز راجع به خدا هیچی نگفت و هیچ کس راجع به خدا هیچی نمیتونه بگه، برای که خدا از خدایی میفته میشه یه پدیده مادی محسوس ملموس تو دنیای ما و اون وقت اون با اون ایده فلسفی ما که به وجود بیاره رد میشه. درست مثل مطلبی که آقای دکتر نیری گفتن و منم بهش باور، ما چیزی به اسم عدد مثبت و منفی هیچ کدوم نداریم، نه 3 داریم نه منهای 3 داریم، ولی وقتی میتونیم راحت میتونیم راجعش بحث بکنیم و این نشان دهنده این نیست که چون مادی نیست پس نیست، این نشون دهنده اینه که من یه توانایی دارم از نظر عقلی و اصولا مفهوم عقل همین ابستراکشن و تجریده، همین انتزاعه که من میتونم این بحث رو در اون حد داشته باشم. نتیجتا بحث مربوط به خدا رو در حد انتزاعی میشه داشت ولی نه در حد علمی، و هیچ علمی هم تا به امروز نه وجود خدا رو ثابت کرده نه رد کرده، آمده اعتقادات مردم رو راجع به خدا رد کرده. همونطور که شما اگه بگید که یک کسی میگه خدا علت خلقته، بعدی که بپرسه خب خدا علتش چیه، دو تا اشکال اینجاست، یکی این که اولا شما جهان ماده رو با خدا یکی دونستید، بعد خدا رو به پشت خدا یکی دونستید، ولی از نظر من این بحث ها هیچ معنایی نداره، یعنی فقط دوست دارید قبول میکنید، دوست هم ندارید قبول نمیکنید. به همین جهت که اگر نه که هیچ اشکالی در بحث و گفتگوست یا مطلبی که
شما خوندید. ولی اگر بخوایم یه ذره دقیق تر بریم، شاید حتی مطالبی که شما خوندید رو میشه تیکه تیکه شو پاراگراف به پاراگراف ببینیم، ما اونجا واقعا حداقل من ببینم میفهممش که باش موافق یا مخالف باشم. ولی اگر ایشونی همچین نتیجه گیری میکنه، به نظر من وجود خدا رو نفی نکرده، وجود خدا باوران رو میتونه رفع کنه. من اساسا البته خب دکتر هلاکویی باور شخصیشون رو من فهم میکنم، چون به هر حال گفتن از واژه روانشناس در موردشون استفاده نکنم، دستی بر روانشناسی دارن. من فکر میکنم که بیشتر این یک مسئله روانی است و یک خوشنودی روانی رو برای آدم ایجاد میکنه، برای اینکه احساس من اساسا نمیدونم. اولا من فهم میکنم لازم هست اینجا توضیح بدیم که ما راجع به خداوند واقعا صحبت نمیکنیم، ما راجع به آفریدگار داریم الان صحبت میکنیم. خداوندی به اون معنایی که در ادیان اومده که از رگ گردن نزدیکتر و برگی به اراده اون نمیفته، چون اون خداوند سالهاست که از با علم به عقب رفته، برای اینکه علم نشون داده که هیچ اثری از انگشتان خدا در این اتفاقات و رویدادهای طبیعی نمیفته. ما داریم راجع به آفریدگار صحبت میکنیم که یک مفهوم بسیار مشخص تری، الزاما آفریدگار نازمم نیست، چون متاسفانه بازم این یکی از مسائلی است که من باید بهش اشاره بکنم. یکی از ایرادهایی که وجود داره این هست که دوستان اشاره میکنن که در دنیا، در عالم یک نظم بسیار عجیب غریبیه، کاملا برعکسه. ما هممون محصول یک بی نظمی بودیم. علت اینی هم که من فکر میکنم، حالا دکتر که خیلی دوستم نظرشون بدونم به عنوان یک جامعه شناس، من فکر میکنم علت اینی که دوستان نمیتونن بپذیرن که عالم اساساً بر اساس بی‌نظمیه و نهایتاً کل جهان داره بر اساس به سمت بی‌نظمی بیشتر میره. و گفتم مثلا ماها انسان‌ها تمام موجودات محصول بی‌نظمی هستند. ما در هر پیام‌های وراثتی که از یک نسل به نسل دیگه منتقل میشه یک سری خطاهای انتقال پیام‌های وراثتی وجود داره. اگر اونها وجود نداشت اصلا این گوناگونی که الان در موجودات می‌بینیم به وجود نمی‌اومد. بنابراین همه اینها حاصل این بی‌نظمیه. اما نکته مهم این است که متاسفانه دوستان که تخصص‌های علمی ندارن فکر میکنن بی‌نظمی، مفهوم بی‌نظمی در مفاهیمی که در به اصطلاح علوم اجتماعی و علوم انسانی استفاده میشه هست. اون مفهوم در علوم طبیعی نیست، برای اینکه در علوم اجتماعی بی‌نظمی به معنای هرج و مرج، به معنای بیقانونیه، در صورتی که اصلا در علم بی‌نظمی به معنای بیقانونی نیست. این جهان اتفاقا، این دوستان اگه اصرار دارن بعد بگن این جهان بسیار قانونمنده، بله کاملا قانونمنده، اما کاملا بی‌نظمه، کاملا بی‌نظمه. بی‌نظمی به معنای بیقانونی نیست، اون چیزیه که بله ما در اجتماع می‌ترسیم بی‌نظمی همراه با بیقانونی، همراه با هرج و مرج. در طبیعت اینجور نیست، اون بی‌نظمی هم یک قانونمندی داره، همونطور که حتی اگه دقت کنیم مثلا رانندگی در تهران بی‌نظمی داره ولی یک قانونی هم، یک نظم خاصی هم پشتش وجود داره. برای همین این مسئله است که من میخوام بگم که چون عده‌ای اشاره دارن به این که چون یک عالم بسیار منظمی داریم که مثل ساعت کار میکنه که اصلا اینجور نیست، پس حتما باید یک ناظمی داشته باشه و اون ناظم آفریدگار. بنابراین مسئله آفریدگار از ناظم جداست. ما آفریدگار کسی است که تونسته قوانین طبیعت رو به وجود بیاره. صحبت سر اون، من اساسا درک نمی کنم که چرا اصلا نیاز به یک همچین موجودی، حالا موجود هم نمیشه اسمش گذاشت، هر چیزی، این مفهوم انتزاعی هست. و خطراتی که از این میبینم در جاهایی است که وارد حوزه های علوم اجتماعی میشه، وارد حوزه های اجتماعی و انسانی میشه، نه علومش، منظورم در حوزه زندگی شخصی و زندگی اجتماعی انسان ها میشه، که قدرت تفکر رو از آدم شاید بگیره، قدرت پرسشگری رو شاید از آدم بگیره، و بعد اون وقت دعوا بر سر اون پیش بیاد که خدای من بهتر از خدای شماست. اینا مشکلاتی است که به وجود میاد. اما در مورد آفریدگار واقعیت این است که همونطور که قبلا هم گفتم، چون ممکنه از به این ترتیبی که آفریدگاری بوده که قوانین طبیعت رو به وجود آورده و گذاشته که این قوانین به این شکل طبیعت رو اداره بکنن، واقعا در حوزه اثبات علمی قرار نمیگیره. و حالا اون دیگه به نظر من خیلی مسئله شخصی است که کسی آیا به خاطر یک خوشنودی روانی که میگیره، یک حس خوبی ازش میگیره، برای اینکه
واقعیتش اینه که من میخوام اینو با دکتر هلاکویی مطرح کنم، مسئله این که ما در عالم تنها هستیم و این تنها بودن یه حس ترس بزرگی رو به وجود میاره و مطالعاتی هم که اخیراً نوروساینتیست ها متخصصین علوم اعصاب به همراه روانپزشکان دانشگاه ییل انجام دادن نشون میده چون کودک انسانی بیش از هر موجود دیگری، باز من دارم در حوزه کار شما حرف میزنم آقای دکتر هلاکویی، ولی ماها بیشتر از هر موجود دیگری وابسته ضعیف‌ترین و ضعیف‌ترین هستیم. شما میبینید در موجودات دیگه به راحتی اینها میتونن بعد از چند دقیقه روی پای خودشون بایستن و اون حفاظت و سپری که ماها لازم داریم برای محافظتمون اونها احتیاج ندارن. همین این به نظر میاد از نظر روانی ما رو به شرایطی داره میبره که احتیاج به این داشته باشیم که یک ابر حافظی داشته باشیم، یک ابر نگهبانی داشته باشیم، یک ابر سرپرستی داشته باشیم که ما اسمشو میذاریم. من بذارید یه دو سه تا کوچولو بگم بعد شما بفرمایید. ببینید توی صحبت اگر من درست فهمیدم آنچه شما خوندیدم بود آقای دکترم اشاره کردن، یه گفتگوی میشه که ما چه نیازی داریم به وجود خدا، بحث درباره نیاز شاید نباشه، بحث این که هست یا نیست. به من میفرمان علتی که تو میخوای باور کنی یا ما دنبالش میگردیم نیازه، نه میتونه نباشه. بسیاری از کنجکاوی هایی که انسان در زمین های مختلف داره میتونه هیچ ارتباطی و دلیلی با این موضوع نداشته. مطلب دوم که به نظر من اهمیت فوق العاده داره اینه که گفتگویی که در مورد مسئله خدا میشه، نکته‌ای که آقای دکتر اشاره کردن، ماجرای این که جهان نظم داره مال اونایی است که میخوان وجود خدا را از طریق نظم و ناظم ثابت کنن، در حالی که همونطوری که گفتن اصلا وقتی به مسیر حیوانات نگاه میکنید همه اینا در اثر یک انحراف و جهش مثل ماجرای سرطان اصلا به وجود اومده. شما من میگید چه نظمی وجود داره که در یه رابطه جنسی مرد با یه زن تا 200 میلیون اسپرم بیرون ریخته بشه که چاید یه بچه درست کنه؟ ای جهان قرار بود مواظب نظم و ترتیبش باشه، اونم تو هر رابطه. بنابراین اگر یک کسی 40 سال زندگی کرده، من نمیدونم چقدر رابطه جنسی داشته، همین جوری اسپرم رو رها کنه به خاطر یه بچه، نشون میده فان نظم جهان از بی‌نظمیشه. ولی خب ما اون شکل رو که میبینیم به نظر اون نظم میاد. یعنی اگر فرض بفرمایید شما یه مقدار 100 تا تاس داشته باشید که یک مثلا تا سر رو بیاریزید، خب نگاه میکنیم این نظم داره، ولی که نظمی است که شما دارید میبینید، شما با احتمالات دیگه آشنا نیستید. بنابراین اون رو هم کاملا میشه فهمید. به همین جد است که در تمام مطالبی که آقای دکتر گفتن و تو صحبت ها هست، کوشش در جهت رد آدمایی است که میخوان استدلال کنن از اون یه نتیجه گیری برای وجود خدا بکنن که به نظر من نیست. اگر من بفرمایید، بذارید جمله‌مو اینجوری مشخص کنم، من و شما به عنوان یک موجود به نظر میرسه از نظر علمی فلسفی دنبال سه تا موضوعیم، یکی طبیعت، یکی انسان، یکی آنچه غیر از طبیعت که به قول بوعلی سینا قبل از طبیعته و به قول بحثی که میشه ما بعد و طبیعت. ما با تجربه اینا بدونیم آدما درباره موضوع ما بعد و طبیعه یا آنچه که متافیزیکه که اصلا تعریف فلسفه یعنی او، میتونن این حس رو و این احساس رو و این عقیده داشته باشن که خدا هست یا نیست. در این که آقای دکتر میتونن بحث نیست، ولی خب هر کسی میتونه هر چیزی رو باور داشته باشه نداشته باشه. right. این یکی از ویژگی‌های یه جامعه آزاده. نه به جامعه آزاد کاری ندارم، شما میتونید داشته باشید میتونید نشته باشید. بعضی جاها اگه بعضی عقاید داشته باشید میگیرن تون میزنن تون. خب اون در آغاز قصه دیگری اجازه بدید من پرسشم که دیگه است. ببینید در تاریخ بشر که نگاه میکنیم ما دوره‌هایی رو میبینیم در گذشته، در دوران باستان، در میخوام خیلی ساده بیان کنم، نظم مذهبی و نظم فلسفی نسبت به نظم علمی خیلی جهت بالاتری داشتن و پوشش گسترده‌ای داشتن، رونق بیشتری داشتن. به تدریج که به قرن ما میرسیم، به قرن 21 که میرسیم، این نسبت‌ها برمیگرده. خب این برگشتن این نسبت‌ها معنیش اینه که هر چقدر بشر به سوی خردگرایی و به سوی علم میره، نیازش به توجیهات فلسفی و توضیحات مذهبی کمتر میشه. حتما درست. بنابراین ما به زمانی میرسیم که مذهب و فلسفه
دو تا سیستم بیرونقل. نه آخه ببینید باز تون رفت. نه اجازه بدید. آخه تنده. نه خب میتونم تنده. برای اینکه من خود شما رو بیارم وسط بازی دارم. آخه شما سه چهار تا مسئله دیگه بگید شلوغ میشه جناب. نه بزنید یه حرف دیگه شما رو بزنم. ولی تو همین چارچوب بیست. چشم. ولی من یادم میره. چشم. من تو همین چارچوب وای میسم. ببینید شما از یه طرف دیگه میگید عوامل دیگری غیر از عالم فیزیکی ما مطمئن نیستیم که هست یا نیست. عقل میگه شاید باشه شاید نباشه. عقل اینو نمیگه، یعنی هر کسی میتونه همچه حرفی رو بزنه ولی این اصلا خیلی بیپایا هست. نه جنابه ببینید حالا این دیگه تون شد. ببینید جان فروزنده نه 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 شما نمیتونید بگید اصلا همینقدر که شما میتونید بحث بکنید یعنی معناش اینه که ممکنه باشه ممکنه نباشه. همینقدر که شما در مخیله وقتی میاد. که ما میگیم آقای دکتر شما یه فرضیه رم که وضع میکنید این فرضیه همینجوری همینجوری چرا؟ نه بر مبنای یک سری داده هایی بر مبنای اطلاعات یه چیزی در ذهن شما شکل میگیره به نام فرضیه. شما عزیز من شما دارید رد میکنید اصلا هیچ کسی فکر بود و نبود خدا رو نداره. وقتی فکر بود و نبود خدا تو همه هست، فکر بود و نبود خدا تو همه هست، پس یه فرض ذهنیه، میخواد پایه داشته باشه میخواد نداشته باشه. آخه ببینید آقای دکترم یه اشاره کردن حسالی هم جوری دارید دنبالش میرید. یه فرض اینجا وجود داره که این باورها تمنا میکنم دقت کنید این باورها نتیجه جهل و ترسه. نه امروز خیلی آدمایی که نه میترسن و ضمن عاقلا هم ممکنه این باورها رو داشته باشه. بله برای اینکه این یه ریشه عظیم تاریخی داره. فرقی نمیکنه که اینو ضعیفش کنید تا بخش کنید. آخه جناب فروزنده اگر من آمدم و گفتم مادر یه همچی چیزیه و با رشد من معلوم شد که مادر اصلا اون تصویر و تصور یه سالگی دو سالگی چهار سال من مون که مادر شما رد و نفی میتونین بکنین. ماجرای مادر یه واقعیتیست اونجاست. اینکه شما من به تاریخ علم و تاریخ فلسفه اشاره میکنین که چیز رو اثبات و رد نمیکنه. شما من بفرمایید مفهوم عدالت هم پس میخواین رد کنین، آزادی هم میخواین رد کنین. خب اینا هم یه مفاهیم بودن که تعریفی برای خودشون داشتن، اونا دلیل غلط بودنش نیست. به عرض من شما توجه کنید، شما بیاید بگید که یه روزی مردم یه چیزایی رو خدا میدانستن به دلیل جهل و ترس، یه باورایی هم داشتن به دلیل جهل و ترس و اینا، برباد باتون کاملا موافقم. به من بگید که این فکر این نظر نتیجه جهل و ترس، باید اثباتش کنید. نمیتونید، برای که این فکر میتونه در آدم باشه، ریشش جهل و ترسی میتونه نباشه. شما من میگید بیشتر آدما چه، اینم باز باتونم باز مخالفتی ندارم. ولی ما ببینید دکارت بحثش چیه. دکارت میگه من وقتی به ذهنم مراجعه میکنم، وقتی نگاه میکنم، میرم هر چیز رو میتونم توضیح بدم که از کجا آمده. میگه ولی به یه موضوع میرسم که خداست، که هیچ دلیلی برای که در ذهن من به وجود آمده وجود نداره. بنابراین در حقیقت حرف دکارت اینه که تصور خدا در انسان نشانه وجود خداست، برای که اگر نبود همچی تصویر و تصوری در انسان نبود. یعنی میخوام به شما بگم یه بحث فلسفی اینه که این فکر و ایده از کجا آمده. هیچ دلیل علمی، شما من که نمیدونم چند بار اینو تکرار کنم، هیچ دلیل علمی نیست. و روزی که کسی به من برگرده بگه فلانی من میخوام وجود خدا رو ثابت کنم، از نظر من میدونم برای حرف پرت و پلای بی‌معنی است. تموش رو به من همچنان میگید آدما با دلیل و بی دلیل به وجود خدا معتقد انجانیستم، میگم آدم ها دارن انتخاب کن. شما من میگید انتخاب درست و انتخاب خوب اینه که آدم باور نداشته باشه، میگم نظر شماست. شما نمیتونی این رو نظر روانی برای من ثابت کنید، اجتماعی به تاریخ نگاه کنی، نظر آدم ها. تازه یه گفتگوی هم از کوشش آدم ها برای که ثابت کنن خدا نیست، خودش باید یه انگیزه یه علتی داشته باشه. یعنی این چه کوششیست؟ آقای دکتر اشاره کردن، شما هم یه اشاره‌ای داشتی، شما نگاه کنید به پیامد و عواقب پیروان ادیان که با این باورشون چه کردن. دو تا جواب، یکی این فقط به خاطر فکر وجود خدا نبوده، اینا به خاطر هزاران دلیل دیگه بود، از موضوع اقتصادی و سیاسی و قدرت و اینا گرفته که اونجا بوده. و دوم این که ازش استفاده کردن معناش نیست که بده. این که امروز به خاطر آزادی زندان به پا میکنن، به خاطر عدالت ظلم میکنن، که عدالت و آزادی رو نمیشه زیر سوال کشید. اونا جای خودشون رو دارن. یعنی به نظر من اون تفکیک رو باید انجام داد. شما میگید آخر کار این ماجرا ماجرایی است که آدما انتخاب میکنن، میپذیرم. شما میگید نه، اینو فقط آدمای یا کمدان یا نادان یا ترسو یا آدمایی که دنبال یه آرامشی هستن، من اونو در کودک میپذیرم ولی در بزرگسالم. بعدم تازه بذار یه چیزی به شما بگم آخرین حرفم، آدمای خدا پرست
آدمای خداپرست بیشتر احساس عدم امنیت و احساس گناه و احساس تقصیر و ترس از خدا و عالم بعد میکنن تو آدمایی که ندارن. خب طبیعیه. نه ارزم نیست. پس بنابراین علتش این نیست. علتش این نیست که با باور به وجود خدا آدم ها آزاد و راحت میشه. ماجرایی نیست که بش جهان بعدی وجود داره یا نداره. انسان وقتی نگاه می‌کنه همه خودشو گناهکار می‌دونه. قسمت‌های مختلفی رو شما خیلی کوتاه می‌کنید به هم ربط میده. اجازه بدید که من دونه دونه شو من یا آقای دکتر شما اجازه بدید که نمی‌خوام بشه بحث من و شما. چرا؟ منظورم به شما نمی‌رسه. نه حتما میرسه. نه ولی چون به هر حال دکتر نظرشو داشته باشیم ببینیم که خب من هفت هشت موضوع این وسط مطرح شد. بله در بعضی زمینه ها که آقای دکتر گفتن من کاملا هم عقیدم. شما یه نکته ای رو اشاره کردین، حالا جالبه که میخوام اینو بگم برای بینندگان عزیزمون که کسانی که کتاب هاکینگ آخرین کتابش رو خونده باشن، در همون فکر کنم صفحه دومش هست که اشاره میکنه که فلسفه مرده. و خب این خیلی خشم بسیاری از فیلسوفان دنیا رو برانگیخت. به نظر من نمورد، در حال احتضاره. خب حالا من خودم البته از این چیزی که میخوام بگم یه ذره نگرانم، چون وقتی که جوان‌تر بودم شدیدن با فلسفه بد بودم، فکر میکردم فلسفه کار پیرمرد است و حالا تازگی احساس میکنم نه نمیشه فلسفه رو به این راحتی گذاشت. خب شما پیرمرد شدید آقای برای همینه که نشون میده سنم داره بالا میره. به حال من فکر میکنم که نمیشه به این راحتی گفت فلسفه مرده است. و من چون بعدم با خودش مکاتبه داشتم، اون میگفت من میخواستم این کاری کنم که انعکاس زیادی پیدا بکنه. دوستان لطف کردن دارن عکسی سابق نشون میدن آقای هاکینگ رو و در کنفرانسی بود که در دانشگاه کمبریج بود، من هم یکی از سخنانای این دانش اون جلسه بودم در مورد اتفاق همین مدلی که با مدل ایشون کاملا شما این چیزا رو یاد ایشون دادید اختیار نه ایشون ولی مرسی. نکته این هست که مسئله ای که وجود داره در این مورد این بود که ایشون میگه من می‌خواستم یه چیزی بگم که سر صدای بزرگی رو درست بکنه، برای اینکه میدونست آدم شوخ طبعی هم هست، من اگه چیز دیگه این میگفتم این انعکاس رو پیدا نمیکرد، بازم یه چیزی بگم که حسابی انعکاس پیدا بکنه در جامعه بین المللی بین متفکرین. دکتر عزیزم ببین قربونت برم، این حرف بالا کسیست که میگه علم پاسخ همه چیز، غیر از علم هم هیچ چیز، نه جهان فلسفی وجود نه جهان مذهبی. من این همه تاکید بنده که اگر به این سه تا سیستم نظر دارید و میگید شاید باشه میتونیم بحث کنیم، ولی اگر شما سیستم فلسفی و مذهبی رو بذارید کنار، دنیای علم تکلیفش راجع به خدا مربوطه، هیچ چیزی معنی. من حالا یک سوالی رو از شما دارم آقای دکتر، برای اینکه و کلا من دارم میگم در علم شما سیستم ارزشی ندارید، درسته؟ نه. در علم حتی من هممون استفاده میکنیم، حتی ما هم استفاده میکنیم، ولی میخوام حالا برای بینندگانم بگم که اساسا این حرف غلطه. وقتی کسی میگه که نظریه مثلا اینشتین درسته، نظریه نیوتن غلطه، ما درست و غلط در علم نداریم. شما فقط وقتی که با یک نظریه جدید میان میتونید ببینید کدومش با همونطوری که شما اشاره کردید کدومش تطابق بیشتری رو با داده ها داره، یعنی اون چیزی که در صورت حرف نهایی رو میزنه این هست که آیا مدل شما، نظریه شما، تئوری شما با جهان واقعی، جهان بیرونی تطابق بیشتری داره یا نداره. حرف این است. هیچ چیز راجع به درست و غلط ما نمیتونیم در علم صحبت بکنیم. خب این سیستم کاملا متفاوت همونجا که آقای دکتر گفتن، چه در سیستم دینی، نگرش دینی و یا در نگرش فلسفی، سیستم خیلی ارزشیه. اما من به عنوان یک ساینتیست، به عنوان یک دانشور، حرفم این هست که ما وقتی با یک تئوری میایم که اون تئوری پاسخ نمیده به پرسش های ما، دیگه نمیریم بگیم که آدم هایی که این تئوری رو داشتن انجام میدادن مشکل از اونهاست، میریم میگیم تئوری شاید احتیاج داشته باشه عوضش کنیم. من مشکلم با این مسئله چه از نظر فلسفی چه دینی این است که شما یک نگره‌ای دارین، یک نگرشی دارین، یک جهانبینی دارین که هزاران سال این هنوز نتونسته درستی عمل بکنه و همچنان هم ایراد رو میذاریم روی کسانی که این مسئله رو خوب درک نکردن. من حرفم اینه که خب بابا شاید این تئوری اشکال داره، چنان که ما در علم هم همین کارو میکنیم، اگه هیچ کسی درست نمیتونه بفهمتش، نمیتونه اجراش بکنه، ایراد از تئوریه.
حالا یه چیزی هست که هزاران سال مردم بهش باور دارن و درست عمل نکرده، شاید باید این تئوری رو عوضش کرد. من نکتم اینه که خب خیلی پاسخی داره دکتر جان. هزاران سال عدالت هم عمل نکرده و آرزوی ما بوده، آزادی هم بوده. ببینید بخش بزرگی که عدالت عمل نکرده شاید ناشی از همین نگرش بوده. شما رجبه... چسبیدیم به یک تئوری. من معلوم نیست عمل نکرده، ای بسا اگر شما یه چیز دیگه جاش میذاشتید یا این اصلا وجود نداشت معلوم بود موضوعی چیزی میشه. شما ببینید تمام، باز نمیخوام خیلی حاشیه برم، ولی تمام کشتارهایی که ظرف فقط قرن 20 شد که 130 میلیون آدم تو جنگا کشته شدن، نه با مسائل مذهبی پشتش بود، مسائل سیاسی بود یا ایدئولوژی بود یا فاشیسم و نازیسم و چیزایی از این قبیل بود. البته های دکتر میدونید که هیتلر اعتقاد داشت که سربازانش دارن پیام مسیح رو نقل میکنن، یعنی به هر حال اون رو نمیشه گفت غیر مذهبی. نه اون اگر میخواست ازش تو استفاده کنه، شما کتاب نبرد من رو که میخونید خودش رو فرستاده خدا میدونه، در نتیجه کاملا اینها به مثلا رومن چرچ اعتقاد داشتن سربازهای. اگر شما فکر کنید خب نازیست نوع... مسیحیت، خب اون هم هر کسی مسیحیت گرد. نوع آقای هیتلر بود دیگه. خب ببینید آقای بوش هم گفتن از خدا فرمان گرفتن. حالا نمیخوام دکترم، شما مارکس رو هم همینجوری میبریدش یا نه؟ اونجا فکر کنم یه ذره مشکل پیدا کرده سر مارکسیست. حالا عرض من یه چیز دیگه است. عرض من این است که بحث تاریخ و بحث درست و غلطاش و مبنای استدلال علمی نمیشه کرد. شما به من میفرمایید که باور به وجود خدا در جهان مسئله و مشکل به وجود آورده، میتونم بپذیرم. همینجوری که تجزیه و تحلیل جامعه شناسی اینه که ادیان و این باور از یه طرف عامل وحدت بخش بودن، از طرف دیگه عامل تفرقه و جنگ. آقای دکتر مشکل به وجود نیورده، کارکردش داره به پایان میرسه. یعنی شما وقتی برمیگردید به تاریخ زندگی بشر میبینید، جناب عالی جامعه شناس بزرگی هستید، مذهب مثلا چرا بحث کنم؟ من اصلا قبول، شما من بگید مثلا شما من بگید که نقش دین در کشورهای پیشرفته از 10 شده نیم، من قبول دارم. شما من بگید با پیشرفت علم، ببینید جناب فروزنده، من میخوام بگم وقتی که ما یه نظم در حال انحطاط رو داریم دیگه لازم نیست خودمون رو بهش. یعنی چی نظم در حال انحطاط؟ یعنی چی شما جامعه هم در حال مشکل دارید، باورها رو هم دارید. حالا شما باورهای مذهبی رو بذارید کنار، باورهای ایدئولوژیک رو چیکار میکنید؟ همونه. باورهای شخصی رو چیکارش میکنید؟ ببینید جناب فروزنده، چرا امروز با هر امری که مبنای علمی و خردمندانه نداشته باشه ما در واقع نباید به دنبالش بریم؟ بدون تعریف، ولی آخه شما نفی علمی و نفی خردمندانه رو اینا نکردید. شما دارید به تاریخ استناد میکنید که اینا در طول تاریخ جواب نده. منم باهاتون کاملا موافقم، ولی در طول تاریخ هم مسئله برتری نژادی و مسئله زن و مرد هم جواب نده و این نمیشه راهاش کرد. ماجرای تعلیم تربیت هم جواب نده. یعنی اینا ببینید، شما اگر بحث بود و نبود یه چیزی رو میکنید قراره همون جا برید، بلا از پیامده و نتیجاش نه. شما به من میفرمایید که ادیان باعث گرفتاری بودن، با تون موافقم، ولی بیدینا هم بودن. بنابراین اگه شما راجبه درسراس بگید یه بحث جدی تاریخی دارید. بنابراین وقتی شما در یه محیط اجتماعی دین تعیین کننده همه چیز بوده، معلومه که همه چیز از اونجا اومده. باز به همین جهت است که شما خاورمیانه رو دارید که گاهواره تمدن، گاهواره ادیان بزرگ هم هست، ولی هیچ کس نماد ازش استفاده بکنه، یا بگه دین به تمدن مرتبطه یا تمدن به دین مرتبطه. یه پدیده ایست که به هر حال به نوعی اینا همدیگر رو ساختن. و بعد شما من میفرمایید که با گذشت زمان، استدلالی که میفرمایید کاملا این نقش ادیان و نقش خدا داره کمرنگتر و کمرنگتر، کاملا با تون موافقم. شما وقتی که در امریکا زندگی میکنید صبح تا روبه ایشالله و ماشالله و اینا به شما نمیگن، و برم عملا در کارایی که میخواید بکنید با واقعیت ها کار دارید. الان ساعت 7، من 20 دقیقه راه دارم، حدود 7 و 20 دقیقه میرسم، نه اینکه اگر خدا بخواهد. شما یه آدمی مریض میشه نمیگید اگر خدا بخواد زنده میمونه، اگر بخواد میمیره. شما وقتی که میخواید برید خواستگاری نمیگید اگر قسمت اون باشه خدا بخواد میشه یا نمیشه. به همین شما زیر اون بمباران ها که نیستید، نتیجتا به یک بار شما تبدیل میشید به آدمی که یه بس از صبح تا شب یه دفعه به وجود خدا و به تاثیرش اصلا فکر نمیکنید. ولی این معناش این نیست
که خدا وجود نداره یا داره. اصلا بحث من میگم اینا رو نباید با هم مخلوط کرد. شما من میفرمایید که یه نگاه علمی اون حرف درسته به موضوع درسته. سبب میشه که بذارید راحتتون کنم جناب فروزنده، من با بیش از 25000 نفر 15 سال خورده دارم حرف میزنم، درسته؟ من هیچ وقت تو این گفتگوام فکر نکردم که از یه جایی یه نیروی یه موجودی یه جایی به من حتی بنوزه سر سوزن یا کمک بکنه یا انتظارش دارم چیزی. برای من اومدم حرفمو زدم، حرف غلط خورد، تمام تحویل دوستان دارم، رفتم دنبال کارم. بنابراین حالا آفریدگاری که شما بهش باور دارید به شما داره یک ساتیسفکشن، یک خوشنودی نه اصلا میده. حتی اونم نه اصلا لزومش نمیدونم. خب من بازم میگم اصلا لزوم نیست، ولی من با فکرم چیکار کنم؟ ببینید دکتر جان، شما یه فرضی میگیرید که اگر من یه باوری دارم یه فایده ای داره یا من یه احتیاجی دارم یا یه ضرورتی داره. عرض من اینه، چون ببینید تعجب نکنید خیلی هم لطفاً چیز نشید، اتفاقا کوشش دوستانی که میخوان بگن وجود نداره، اگه من بگن ما میخوایم از این طریق شر باورها رو که به صورت یک بیماری و گرفتاری متوجه جامعه شده حذف کنیم و کم کنیم، میفهمم. کاری ندارم این روش درستی یا غلط، همینجاست که من با مذهب ستیزی مخالفم، برای که به نظر من کار نمیکنه. اونایی که از این راه میرن از نظر من به عنوان یادم که کمی با مسائل روانی اجتماعی آشنا هستم، به نظر من کار نمیکنه. شما من بفرمایید ما از این طریق میخوایم اوضاع رو درست کنیم، میفهمم. ولی اگر اون نیست دیگه این که پس باید، یعنی چرا ما کوشش میکنیم بگیم خدا نیست؟ ببینم آقای دکتر، برای من یه جوری بگین که من بفهمم. شما با این ذهن علم گرایانه که دارید که تمام زندگیتون بر اون اساسه، خب با این مفهومی که فقط میگید من اعتقاد دارم، خب به چی اعتقاد دارید؟ هیچی، برای که من یه ذهن فلسفی هم دارم. آخه فلسفه هم برای توجیه اون چی که داره میگه به هر حال یه سری استدلال پشت جناب استدلال فلسفی داره. استدلال فلسفی داره، دقیقاً حرف شما درسته. ببینید اصلا فلسفه در تحلیل دقیق و درستش یعنی متافیزیک، یعنی باور به بود و نبود خدا. پس بنابراین من اگر اون رو میپذیرم، شما نمیتونید من بگید تو که ببینید جناب فروزنده، شما به من بگید آقای دکترم اشاره که هفته قبل عرض کردم، شما در یه جهان ماده هر کاری میخواید تو این جهان ماده بکنید باید بر اساس قوانین این جهان بکنید. این کار خلقته، این کار طبیعته، هیچ بحثی هم با شما ندارم. ولی شما به من نمیتونید بگید که چیزی که وجود نداره رو تو راجبش داری حرف میزنی. من چیزی که وجود نداره چجوری بهش اعتقاد دارم؟ اصلا مسئله اعتقاد من مسئله احساسی است که شما دارید و باوری است که در وجود بود و نبود شه. ببینید بذار من توضیح بدم. شما هفته پیش فرمودید من اعتقاد دارم. من نمیگم ندارم جناب فروزنده. شما یه دنیا درزم باز توجه کنید. شما باز اونجای اشکال از نظر بحث تفکیکه. شما به علم نمیتونید باور داشته باشید. شما نمیتونید بگید من باور ندارم 2+2 مثلا میشه 4، یا فرض کنید اگر یه آبی رو گرم کنیم در جرالش میره بالا. ماجرای این ماجرای اعتقاد نیست. به همین جهت وقتی دوستان میان رو خط راجع میگن من به دوا اعتقاد ندارم، من میذارمشون زیر بمباران، یعنی اصلا دیگه این حرف معنا نداره. برای اینکه یه بدنی است که یه آسیبی دیده، یه دارویی میره یه چیزی رو درست میکنه، به داروی درست با داروی درست درسته، داروی بدم بده، همه چیز. من میگم که چرا اونقدر تاکید دارم همه دواها غذان، همه غذاها دوان، از هیچ جایی هم نمیاد، همم طبیعین. ممکنه ترکیب طبیعی نباشه، ولی ماست و پنیر هم ترکیب طبیعی نیستن، ولی پدیده ای هستن که ما باشون مسئله هم. طبیعت ماست و پنیر درست نمی کنه، ما یه کاری چی میکنیم ماست و پنیر میشه، شیر فقط باقی میمونه. پس بنابراین عرض من در خصوص این مسئله اینه که من به علم و مطلب علمی نمیتونم بگم باور دارم. آقای دکتر اگر بحث فرمولای فیزیک یا مکانیک یا هر چیزی برای من بکنم، من نمیتونم بگم به این اعتقاد دارم یا ندارم. مسئله اعتقاد یه چیزی است که حس و احساس و نظر آدمه درباره موضوعی که علمی نیست. اینجا بحث منه، یعنی موضوعی که علمی نیست ماجرای باور و اعتقاده. و به همین جاست که موضوع خدا موضوع دو چیزه جناب فروزنده، یکی موضوع اعتقاد در تجزیه و تحلیل ذهنی که میتونم انجام بدم، یکی بحث حس و احساسه. به همین جهته که عرض کردم خدمتتون، برای مردم یه آدمی مثل من یه احساسی هست که میتونه یه چیزی باشه، دلیلی هم براش ندارم. شما من میگید نه وجود نداره، شما هم کاملا میفهمم، ولی شما نمیتونید به من به احساس من و به باور من حرفی بزنید، برای که من بحث علمی نمی کنم. چرا تمام کسانی که راجع به خدا لب باز کردن به نظر من میشه کوبیدشون،
و میشه نشون داد که حرفشون غلطه. چرا عرض میکنم؟ هیچ کس در طول تاریخ وجود خدا رو ثابت نکرده. اگه کسی مدعی است بیان ببینیم چه جوری ثابت کرده، تا بر اساس همون استدلالی که میکنن استدلالشون رد کرد. پس برای من بحث علمی ندارم، ولی شما من نمیتونید بگید که انسان غیر از نگاه و نظر علمی نمیتونه احساس داشته باشه. من شما رو میبینم، از شما دیدن شما خوشحال میشم. این احساس شما نمیتونید نفی کنید. شما نمیتونید بگید فقط به جنبه مادی من نگاه کن، حالی در من به وجود میاره. شما من یه حرفی میزنید، من نظرتون رو که مطمئن نیستم که این بهتر اینجوری باشه میپذیرم. من به نظر شما میتونم به زبونی بگم اعتقاد دارم، وارد اون حریم من دارم میشم. برای این موضوع خدا به نظر من موضوع علمی نیست. من نمیدونم، شاید چند ده بار اینو عرض کردم، از تکرارش هم بسیار متاسفم. اشکال کار در اینه که ما یه موضوعی که اصلا علمی نیست رو آوردیم در حریم علم. نه در حریم علم، آدمایی که دلشون میخواد. و عرضم کردم به من یه علمی رو در یه دانشگاه معتبر نشون میده که روی خدا کار میکنه. نظری هم که فرض کنین استاد دارن که خیلی هم مثلا نمیفهمم حرفاشونو، نظر شخصیشون از اون برداشت ها. تازه آقای دکتر به من شما چی میگن؟ آقای دکتر به من شما میگن که این آدم این افکار و عقاید داره. در دنیای فیزیک و ریاضی آدمای از او برجسته تر هستن. اونا هیچ کدومشون نه که بگم شادم بگن به این نتایج به این صورت نرسیدن، وارد همچین مباحثی هم نشده. دقیقاً. یعنی این آدم دلش خواسته با آگاهی که داره به اونجا بره. درست مثل لطفی که شما آقای دکتر رئیس بنده کمی 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 مسائل روانی اجتماعی رو میدونم، به خودم اجازه میدم بحثشو بکنم. بسیاری از آدم‌ها هستن هیچ وقت حرف نزنن. خیلی هم بنده میتونستم راحت‌تر باشم اگر مثل شما بشنم بگم نظری ندارم، خیلی راحت‌تر بود. ولی این تیپ من، شما من میگید دوستان جامعه شناس یا کسانی که با مسائل روانی آشنا هستن درباره خدا عقیده و نظری دارن یا ندارن، شما نمی‌فهمین. به همین جاست که اگر یه دوست روانشناسی یا روانپزشکی یا جامعه شناسی به من میگه من به وجود خدا معتقد نیستم، بگی معتقد هست. من فکر می‌کنم از جامعه شناسی در نمیاد، از روانشناسی در نمیاد، از یه مسئله انسانیه. و گفتم تمام اینا برمیگرده به اینکه شما اگر این حرفی که شاید آقای دکتر هم اشاره کردن تو صحبتشون، اگر شما فقط جهان رو جهان مادی میدونید و این جهان مادی حاکمش علمه، من کاملا با تو موافقم. چرا توی شعار رادیو همراه من عرضم چیه؟ عرض من این است که اصل و اصالت با انسانه. همین جایی که اصل و اصالت ولی همین اصل و اصالت با انسانه یه مفهوم بسیار بزرگی رو پشت سرش داره. انسان هر چقدر با علم نزدیکتر باشه به انسانیت نزدیکتر میشه. آخه شما یک حکمی صادر کردید. انسان هر چی به علم نزدیکتر باشه به انسانیت نزدیکتر. شما من بفرمایید، من میفهمم که آدمی که علم داره و عاقله میتونه اخلاق داشته باشه، ولی اثبات بنابراین پس تمام مردمان فرض کنید امریکا. آقای دکتر انسان کیه؟ اون انسانیتی که شما دارید میگید که اصل با یعنی در اتفاقا اگر به من اجازه بدید، وقتی میگم اصل و اصالت با انسان، اخلاق، علم، عقل، واقعیت، شما این که میدونید شعار رادیو همراه، وقتی میگید انسانه میدونید اتفاقا درست از مطلبی است که اصلا میفرمایید. اصل خدا نیست، اصل دین نیست. دقیقاً عرض من همینه. پس یه جا با هم به توافق نرسیدیم. دقیقاً مسئله من همینه. به همین جاست که عرض من این است که من در پیشگاه هیچ بتی نمیتونم انسانی رو قربانی کنم. من به خاطر خدا نمیتونم به هیچ کس آسیب بزنم. من به خاطر دین نمیتونم به هر این و حقوق هیچ کس به هیچ شکل و فرمی تجاوز کنم. تمام کسانی که کردن استفاده و سوء استفاده کردن و همچنان دارن میکنن. پس بنابراین عرضی که من اینجا دارم جان فروزنده دقیقاً اینه که اصل و اصالت برای من انسانه، موضوع انسانیت و انسانی که مطرحه. حالا میتونیم درباره که این انسان کیه، چیه، چه جنبه‌ای داره بهش نگاه کنیم. حتی خاطرتون باشه فکر کنم هفته گذشته عرض کردم، من اگر باوری دارم که میتونم به خاطرش بمیرم، روزی که شما بخواید باور منو به بقیه تضمین بدید، مطمئن باشید من حاضرم بمیرم و مانع این کار شما بشم. برای که اصل انسانه، نه باور من، نه اعتقاد من، نه خدای من. اشکال کار در طول تاریخ این بوده که خدا حاکم شده. خدا هم اگر باشه یا نباشه حاکم نبوده. مردمانی به اسم او همه این کارا رو کردن، به نام او این همه جرم و جنایت و این همه بیداد رو کردن، در حالی که از یه طرف باور به مهربانی خدا داشتن، اون همه نامهربانی کردن. با وجودی که به عدالت معتقد بودن، اون همه ظلم کردن. با وجودی که اصل اساسی انسان و تفاوت انسان با بقیه موجودات به آزادی باور داشتن، جلو آزادی رو در هر مفهومش گرفتن. اینجا گرفتاری است. بنابراین بحث اصلی و اساسی درباره این است که روزی که میگید اصل انسانه، یعنی شما نمیتونید من بگید به خاطر کشورت این کارو بکن.
به خاطر نمیدونم دیگران این کارو بکن، به خاطر خدا این کارو بکن، به خاطر دین خدا این کارو بکن، من زیر بار اون نمیرم. چرا؟ برای که برای من اصل خود انسانه. و اون همه تأکیدی که توی برنامه هست و پاشم ایستادم، بعدم دومین اصل کنار انسان برای من اول اخلاقه، برای که پذیرفتم 5 تا اصل عدالت و انصاف و محبت و عشق و رهایی و آزادی رو، حرمت و حیثیت و واقعیت و حقیقت، این 5 تا اصل اخلاقی منه. انسان اول، اخلاق دوم. حالا برید دنبال علم و عقل و واقعیت. خب شما فیزیکدانا تا چقدر با ایشون هم رایین؟ اولا من در این زمینه کاملا با ایشون موافقم و میخواستم از شما یه ایرادی بگیرم و اون این است که علم حداقل تا مرحله‌ای که الان پیش رفته اصلا اخلاق نمیاره. ما علم جنایت‌های وحشتناک، یعنی به نام علم هم جنایت‌های وحشتناکی شده. خیلی جالبه، من مسئله رو همیشه عنوان کردم که ما سوگند بقراط رو برای پزشکان داریم، در بعضی از شاخه‌های مهندسی هم سوگند نامه داریم. شما در هیچ رشته علمی سوگند نامه نمی‌بینید. رشته‌های علوم طبیعی رو دارن. دلیلش می‌دونید چیه؟ برای اینکه تمام دولت‌ها، تمام حکومت‌ها همیشه سعی کردن در طول تاریخ، متأسفانه ما باید بپذیریم، بسیاری از پیشرفت‌های علمی به خاطر کاربردهای علم در پیشرفت‌های نظامی بوده برای جهانگشایی‌های خودشون. در نتیجه هیچ وقت هیچ حکومتی حاضر نیستش که یک سوگندنامه ای رو برای فرض کنین متخصصین علوم طبیعی بذاره، برای اینکه میخوان ازشون استفاده کنن، بمب‌های خطرناکتر بسازن، مخربتر بسازن، سلاح‌های شیمیایی بدتر بسازن، سیستم‌های بیولوژیکی وحشتناک بسازن که نهایتاً بتونن دنیا رو کنترل بکنن دست خودشون. برای همین هم هست که یه عده از دانشمندان به این صرافت افتادن که اونها بیان یک اتحادیه‌ای درست بکنن از دانشمندایی که مسائل اخلاقی براشون در اولویت قرار میگیره. بنابراین این مسئله بسیار مهمی. حالا البته من و دکتر هلاکویی در نوروز یک بحثی داشتیم که مسئله اخلاق چقدر میتونه علمی باشه، اون حالا یه بحث جداییه که هنوز در مقدمه راهه. ولی اون طرف قضیه رو میخوام اشاره کنم که البته ربطی به بحث آقای دکتر نداره، چون من تو این زمینه کاملا باهاشون موافقم. یعنی به نظر من قصد من همیشه این بوده که ما از همه چیز باید تقدس زدایی بکنیم و هیچ چیزی مهمتر از انسان و طبیعت نیست. ما باید به هر ترتیبی شده این دوتا رو کنار هم دیگه داشته باشیم، یعنی هم حق انسان هم حق طبیعت. حق طبیعت یعنی حق جانداران و جانوران هم باید رعایت بشه. ماها اتفاقا وقتی که شدیم اشرف مخلوقات، این اجازه رو به خودمون دادیم که طبیعت رو بهش تجاوز کنیم، تمام موجودات رو به نفع خودمون مصادره کنیم و بالاترین جنایت ها رو در حق موجودات روی طبیعت انجام بدیم. اینها یه واقعیت هاییه. تقدس زدایی به نظر من باید انجام بشه و اصالت قطعا بر اساس انسان و طبیعت باید باشه و اخلاق که خیلی مهمه. اما یک مسئله دیگه هم میخوام بگم، چون اینو دوستان اشاره کردن، نمیدونم چرا وقت زیادی هم نداریم. من اینو فکر میکنم که شاید بعد دفعات آینده راجع به صحبت بشه، اگه دفعات آینده‌ای باشه. مسئله این هست که از دو گروه متفاوت الان وجود دارن. یعنی گروهی که فکر میکنن که بی دینی و بی خدایی مساویست با بی اخلاقی، و گروه دیگه‌ای که برای توجیهات بی اخلاقی خودشون و کارهای خلافی که میکنن میرن به سمت بی دینی و بی خدایی. یعنی به نظر من هر دوی این گروه در جهالت کامل هستن، چون میدونم در ایران هم متاسفانه به علت ظلم دینی که داره میشه، ظلم حکومت دینی که داره میشه، یک عده‌ای دارن از دین فرار میکنن و فرارشون برای این هست که بتونن بی اخلاقی هم انجام بدن. و متاسفانه اخباری که از ایران میاد، یا یک عده‌ای میافتن به دام این که برن خودشونو بکشن و از این دنیا راحت بشن، چون فکر میکنن که خب اینجوری چون اعتقادی وجود نداره، در صورتی که خود مثلا استیون هاکینگ باید مثال خیلی خوبی باشه. اون میگه تا زمانی که زندگی هست امیدم هست، چجوری آدم میتونه با بی خدایی به پایان زندگیش برسه؟ یک دوم، چجوری میشه با بی دینی و بی خدایی بی اخلاقی بود؟ اینا توجیهاتیه برای کارهای خودمون به نظر من. من فکر میکنم که اگر موافقت بفرمایید جلسه سوممون رو بذاریم سر همین مسئله اساسی که مطرح کرده، یعنی انسان و انسانیت، انسانیت و اخلاق. چون شما معتقدید که علم اخلاق نمیاره، نظر درسته، ولی بحث دکتر این نبود. نه انسان ها گفتن توجیه اخلاق از طریق علمی مقدار کار مشکلیه. شما
بعدم علت که میخندیدم دکتر عزیز، امروز آقای 20 ساله اومد روی خط رادیو گفت که من قبلا فیلمای پورنو میدم احساس گناه میکردم، ولی با تو آشنا شدم دیگه احساس گناه نمیکنم. ولی الان خب همین، یعنی دقیقاً نکته همینه. منم گفتم خوش به حال من دیگه. حالا بعد اون احساس گناهی کارشو خرابتر میکنه، بیشتر هم این کارو میکنه، هم که نمیکنه صلاحش. بله، پس اگه فرمایید هفته آینده در خدمتتون باشیم در مورد انسان و انسانیت و اخلاق. مشروط بر اینکه استالی برای ما سورپرایز ها و مطالب نوشته و ننوشته و اینا نداشته باشید. اگرم بود نه آخیش اگه بفرستم هم که شما فرصت خوندن نداره. شما هیچ وقت غافلگیر نمیشین. من نگرانم. بعد دیدید که امروز غافلگیر شدن. سپاسگزارم از دکتر. سپاسگزارم از تشویقاتتون. هفته آینده با دوستان خواهیم بود. هر جا هستید لپاتون پر لبخند، دل هاتون شاد و اگر به خداتون اعتقاد دارید خوب داشته باشید که مزاحم نیست. امیدوارم که شاد و سربلند باشید.